بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه برنامه ندای آزادی را تماشا می‌کنید. تمام دروس ندای آزادی برنامه‌ای هستند که مسئولیت آن به عهده سازمان جهانی معجزات می‌باشد و با حمایت حامیان محترم این سازمان ساخته شده‌اند. دوست عزیز، الان که دارید به ما نگاه می‌کنید، آیا احتیاج دارید از چیزی آزاد بشید؟ یه گفته شنیدم الناتان که میگه آزادی چیزی نیست جز یک موقعیت برای بهتر بودن. با ما باشید تا این موقعیت بهتر رو برای شما تشریح کنیم از کلام خدا. آمین. بر تمام بینندگان محترم، من کشیش کامران هستم. به برنامه ندای آزادی خیلی خوش اومدید. ما افتخار داریم دوباره الناتان باقستانی عزیز من با ما باشه. خیلی دوستش دارم برادر الناتانو که واقعا این افتخار رو به ما داده که در این برنامه ها با ما شریک باشه، واقعا خدمت بکنه و خدا رو شکر میکنم که ما میتونیم از طریق ماهواره در خانه های شما باشیم و کلام خداوند رو برای شما باز کنیم. منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم در کنار برادر کامران عزیز در این شهر تگزاس ایالت تگزاس که در واقع نه هفته کشی هست نه چیزی، فقط بارون میاد زیاد. خیلی امروز بارون شدیدی داشته میامده. دیشب رعد و برق خیلی مهم بزرگی اصلا میشد که برادر اتا میگفت من نمیتونستم حتی بخوابم. آره، چقدر دنیای کوچیکی شده و واقعا یه روز بعد کامران میاد لس آنجلس، یه روز ما میایم اینجا، امروز تو اون برنامه. و این تکنولوژی چقدر کار راحت کرده. یه آهنگی هست میگه من انگلیسیش میگه I love technology. منم خیلی از تکنولوژی دوست دارم. واقعا اگرچه ما دوستان رو نمیبینیم از پشت این دوربین ها، ولی با ایمان میدونیم شما نشستید به ما نگاه میکنید. شما رو دوست داریم، براتون ارزش قائل هستیم، بهتون افتخار میکنیم. خیلی ممنون که انتخاب کردید ما رو از این طریق ببینید و کانال رو عوض نمیکنید. و میدونم که روح القدس عزیزم میخواد با شما صحبت کنه و پیام به خصوص امروز برای شما در نظر داره. آمین. داریم در این برنامه ها با شما درباره شنیدن صدای خداوند صحبت میکنیم که یکی از قدم های مهمی هست برای آزادی مطلق. اگر ما بخوایم واقعا اون آزادی که خداوند برای ما در نظر داره در زندگیمون تجربه بکنیم، از آن خداوند با ما صحبت میکنه. همونجور که در برنامه های پیش من اینو هی تکرار میکنم که وارد قلبتون بشه، اینه که خداوند وقتی که با ما صحبت میکنه عزیزان، این نیست که فقط بخواد به ما یک اطلاعاتی بده، بلکه وقتی که خداوند با ما صحبت میکنه، کلامش، درون کلامش حیات به ما میبخشه. وقتی اون کلام وارد قلب ما میشه، وارد باطن ما میشه، اون موقع است که واقعا ما تبدیل میشیم و زندگیمون به سوی اون چیزی که خداوند داره به ما در میون میگذاره میرسه. آمین. داشتی صحبت میکردی، خدا با قلبم صحبت کرد. یکی از تفاوتهای خیلی مهمی که بین مذهب یا مذاهب وجود داره، هر مذهبی، حتی مذهب مسیحیت که اسمش کاتولیک هستش و مذاهب دیگه وجود داره و ملکوت خدا، اینه که در تنها در ملکوت خداست که ما میتونیم صدای خدا رو بشنویم. دقیقاً از این جهتی که بسیاری از هموطن ما امروز خسته شدن از مذهب، میگن وای از مذهب بدم میاد، تا کی نماز بخونم، تا کی دعا بکنم، تا کی برم زیارت انجام بدم، تا کی برم صدقه بدم، چون که منفعتی نمیگیرن. فقط صدایی از درون خودشون میگه این کارو بکن، شاید خدا تو دوست داشته باشه. و گاهی وقتا به این پوچی میرسن که خدا من دوست نداره. ولی وقتی ما وارد ملکوت خدا میشیم، یکی از بزرگترین امتیازات اینه دوستان عزیز که ما صدای خدا رو میشنویم. امروز خدا میخواد از طریق این برنامه صدای او را بشنوید. او میخواد با شما صحبت کنه و وقتی او صحبت میکنه، چون که در برنامه گذشته گفتیم، قلب شما رو عوض میکنه، زندگی شما رو برمیگردونه. من داشتم فکر آزادی میکردم، داریم درباره آزادی صحبت میکنیم با شما عزیزان، و چیزی که تو فکرم اومد تو این کتابی که داریم کامل میکنیم که برای شما آماده بکنیم، کتاب آزادی مطلق، اینو نوشتم که واقعا آزادی، بعضی اینجوری فکر میکنن آزادی، فکر میکنن اگر من یک چیزی رو از خودم دور بکنم، یک چیز اشتباهی رو از خودم دور کنم، آزاد میشم. هرگز. اصلا اون نیست، اون آزادی نیست، بلکه اون چیه، چیزی که خیلی مهمه اینه که ما اون شخصی بشیم که خداوند ما رو آفریده. اون موقع است ما واقعا آزاد میشیم. اون چیزی که خداوند در نظر داد، الان ممکنه شما یه خانم، این نامم تو قلب من اومد، این اسم قلبم اومد، الان یه مهری خانم داره نگاه میکنه. مهری خانم، وقتی که اون مهری خانمی میشه که خداوند آفریدش که بشه، اون موقع مهری خانم آزاده. حالا اون مهری خانم میتونه خیلی از شماها باشه، میتونه ایرج باشه، میتونه هرچی، اسمتون هرچی هست اسمتون رو بذارید در اونجا. ولی وقتی که شما اون کسی میشید
که خداوند در نظر داشت وقتی شما را آفرید، اون موقع است که قدم اول برداشتید در آزادی، و جوری که ما به اون هدف میرسیم، به اون منطقه میرسیم، در اون قدم برمیداریم، وقتیه که عزیزان که ما صدای خداوند رو میتونیم تشخیص بدیم و بشنویم. عزیزان میخوام توجهتون رو به این سرودی که الان میخوایم برای شما پخش بکنم بیارم. یکی از این عذاب دوستان که دارن این آهنگا رو میسراین از کلیسای ما هستن، توجهتون رو به اون بیاریم. ما برمیگردیم به این درس و تعلیم رو برای شما ادامه میدیم. با ما باشید لطفا.
خدا رو شکر میکنم برای این سرود زیبا. میدونم خداوند شما رو لمس کرده با این سرود. وقتی که ما اینا رو پخش میکنیم در همین استودیو که دوربینا رو دارن تنظیم میکنن، اینجا ما داریم گوش میدیم، خداوند ما رو هم لمس میکنه با این سرودها، همونجوری که داره شما رو لمس میکنه. یه چیزی که درباره سرود هست، حالا میتونه با هر زبانی باشه، میتونه انگلیسی باشه، میتونه عربی باشه، میتونه فارسی باشه، هر سرود میتونه قلب همه رو لمس کنه. حالا کلام خداست. آره دیگه، واقعا و روح خداوند در اون سروده و میدونم زندگی شما رو، خونه شما رو الان پر کرده از جلال خداوند و خدا رو شکر میکنیم برای این. هللویا. کلام خدا هر جا بره بی ثمر بر نمیگرده. هیچ وقت. و این وعده خداست، این فکر خداست، این قول خداست. در مزمور 119 میگه به چه چیز مرد جوان میتونه راه خودش رو پاک بداره و بسازه؟ به نگاه داشتن موافق کلام او. کلام تو را سرنده، میگه آصاف میگه در دل خودم مخفی نگاه داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. دقت میکنه دوستان عزیز که کلام خدا قدرت داره. پس وقتی ما در این برنامه راجع به آزادی مطلق داریم صحبت میکنیم در خداوند و اینکه چگونه ما میتونیم در این ملکوت خدا وارد بشیم و کلام خدا زندگی ما رو عوض بکنه، میخوام به این نتیجه برسیم که یک ایماندار فقط به فقط تنها به تنها توسط کلام خدا زنده است. ما به نون روزانه زنده نیستیم. اون نون روزانه فقط برای جسم ما است، ولی اون چیزی که به روح ما میره، به جان ما وارد میشه و ما رو تقویت میکنه تا شبیه عیسی مسیح بشیم، تنها و تنها کلام خدا. چنانکه که در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 آمد که به جهت تربیت، به جهت تنبیه، به جهت اصلاح است. چون میخواد یک مرد خدا کامل بشه و خدا میخواد شما کامل بشید از طریق کلام او که برنده است. خدا رو شکر. میگه همین شما یه اشاره بهش کردی که میگه که انسان یک بشر نمیتونه فقط با نون خوردنی زندگی بکنه، بلکه با هر کلامی که از دهان خداوند در میاد. پس توجه کنید، حیات، همونجوری که در این برنامه ها با شما صحبت کردم، حیاتی که خداوند میتونه به شما ببخشه از طریق شنیدن صدای خداوند، از طریق شنیدن کلامی که با ما در میون میگذاره ما میتونیم به دست بیاریم. اینجا من نوشتم اگر میخواهید صدای خدا رو بشنوید، از او بپرسید که درباره چه چیزی میخواد با شما صحبت کنه. بعضی وقتا ما میخوایم اون چیزی که خودمون میخوایم ازش بپرسیم و مسئله ایم نیست، ولی اگه از اون بپرسید چه چیزی میخوای پدر آسمانی با من امروز صحبت کنی، اون خیلی آسونتر خواهد شد برای شما که صدای خداوند رو بتونید بشناسید و درک بکنید. برای که خداوند با شما جوری صحبت خواهد کرد که صداشو بتونید تشخیص بدید و درک بکنید. این خیلی مهمه ها. ازم دوباره اینو میخونم، اگر میخواهید صدای خدا رو بشنوید، از خدا پدر آسمانیتون بپرسید که درباره چه چیزی میخواد با شما صحبت کنه و خیلی آسونتر خواهد شد که خود او را درک کنید، که او اون چیزیو که میخواد باهاتون صحبت کنه باهاتون در میون بذاره و خیلی آسون میتونید درکش کنید اینو. هللویا. برای که صدای خدا صدای آشناییه. ببینید اولین چیزی که انسان وقتی چشمشو باز کرد در باغ عدن و شنید صدای خدا بود. آمین. خداوند دمید و با او صحبت کرد. پس انسان به شکل ساخته شده که تنها صدای خداست که میتونه به او آرامش ببخشه. از این جهت شما دوست عزیز که اگر دنبال میگردید تا آوازهای مختلف به شما آرامش بده، شاید منتظرید در کنکور قبول بشید یه آواز خوبه بیاد، شاید منتظرید یک عزیزی، دختری، پسری به شما بلره بگه شما آرامش پیدا کنید، شاید منتظرید یه خبر خوشی بیاد، اینا همه خوبن ولی اینا همه موقتی هستن. اون صدایی که میتونه آرامش دائمی به شما بده، جان شما رو برگردونه، تنها صدای خداست. و صدای خدا یعنی کلام خدا. در کلام خدا آمده در انجیل یوحنا فصل اول، در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا بود و کلمه گفت و کلمه شد و این کلمه میتونه زندگی شما رو امروز بگه و بشه و عوض بکنه. هللویا. پس نکته هایی که میخوایم اینجا قشنگ توجه بهش بکنیم اینه که اولین نکته که خیلی مهمه اینه که برای درک کردنش اینو بس درکش بکنیم کاملا. توجه کنید، خدا میخواد با ما درباره اون چیزی که در قلب ما هست صحبت کنه. هللویا. در اون چیزی که درباره الان همینجوری که برادر النتان میگه، ممکنه شما الان یه جوونی هستی، میخوای یه خانومی رو باش آشنا شدی، دختری آشنا شدی و دوست داری اون همسرت بشه. خدا میخواد درباره اون باهات صحبت کنه که بهت نشون بده
که آیا اون خانم تو هست یا نه. بله مهمه درباره این چیزا. ببین بعضی فکر میکنن خدا وقتی که با ما صحبت میکنه فقط میخواد با چیزای الهی با ما صحبت کنه. خداوند میخواد درباره چیزای تمام نکته هایی که در زندگی روزمره تو شما روبرو هستید میخواد باهاتون صحبت کنه. اون پدره، اون پدر ما دیگه، و یه پدر خوب میخواد همیشه بچه‌هاشو درست هدایت بکنه. بله. پس خداوند میخواد با ما صحبت کنه. و این چیزی که حالا نکته دومو میخوام توجه کنید شما بهش اینه، شنیدن صدای خدا بسیار به ایمان ما رابطه است. دقیقاً این میخوام توجه کنید ها. این برنامه به برنامه بعدی که میخوام برای شما بیاریم، میخوام زیاد قشنگ کلام خداوند رو باز کنیم درباره ایمان، برای که ایمان شما خیلی مهم هست و وصل است به شنیدن صدای خداوند. اگر صدای خداوند رو میخواید بشنوید، بس ایمان داشته باشید که میتونید صدای خداوند رو بشنوید. برای همین ما داریم وقت با شما صرف میکنیم الان که ایمانتون رو بنا کنیم، بسازیم که شما بتونید به راحتی درک بکنید که خداوند پدر آسمانی شما میخواد با شما صحبت کنه، و با اون صحبت کردن اون عزیزان خداوند شما رو به اون آزادی که در قلبتون میطلبید میرسونه. اینجا در رومیان فصل 10 آیه 17 چی میگه؟ میگه ایمان از شنیدن، شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. هللویا. از وقتی که میگی از کلام خداوند، این هم ببین میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خداوند، یعنی یه چیزی هست، یه صدایی پشت این کلام هست. آمین. آمین. این نیست که فقط بشینید کتاب رو بخونید همینجوری، بد نیست خوندنش، هر کاری که بکنید درباره این کتاب خوبه، ولی مهمترین چیزی که اینجا میخوام توجهتون رو به اون بیارید اینه که عزیزان صدای پشت کلام وقتی که بشینید بشنوید زندگیتون دیگرگون میشه. اونه که حیات میبخشه به ما. هللویا. وقتی که صدای خداوند رو میشنوید. دقیقاً. و ایمان گوش داره. آره دیگه. ایمان کر نیست. دقیقاً. ایمان میتونه بشنوه. ایمان زنده است. چون رابطه داره با خدا و الان خدا داره با شما صحبت میکنه، و شما اگه گوشش نداشته باشید و ایمان خودتون رو به حرکت در بیارید، به ایمان خودتون میگه بلند شو، برخیز، صدای خدا رو بشنو، خدا داره با تو صحبت میکنه، اون موقع است که خدا اسرار خودش رو برای شما باز میکنه. اگر شما کری روحانی دارید، بدونید که ایمان شما مخفی شده، ایمان شما از بین داره میره، داره نابود میشه. چرا؟ چون به این کلام نچسبیدید. یک رابطه وجود داره، این رساله، این کلام، اون چیزی است که شما بهش نگاه میکنید و خدا با شما صحبت میکنه، میگه تو کی هستی، چی کار باید بکنی و اراده من برای تو چی هستش. بنابراین به ایمان خودمون فرمان بده، میگه ایمان من از جان خودت، از جای خودت برخیز، چون خدا داره با تو صحبت میکنه. آره توجه کنید این چه تو این کتاب چی نوشتم. من میگه ایمان، توجه کنید ها، ایمان شما عملی انجام میده با پوری زندگیتون در مسیح. زندگیتون رو پر میکنه ایمان شما. ایمان شما وصله به آزادی شما، ایمان شما وصله با شنیدن صدای خداوند. و چیزی که اینجا خیلی مهمه، ایمان شما این نیست که شما تلاش بکنید که ایمان داشته باشید. هرگز. ایمان با شنیدن صدای خداوند میاد عزیزان. بله. الان براتون خوندم رومیان 10 آیه 17. ایمان با از شنیدن است و شنیدن از کلام خداوند. به این راحتیه. بعضی ها میگن بعد من میخوام صدای خداوند رو بشنوم. من میخوام صدا، اینه میدید چیه، یک مثالی من میزنم، اینه که مثلا من برید یه درخت رو نگاه بکنید و اگه بتونید اینجی تصور کنید که اون درخت میگه من میخوام رشد کنم، من میخوام رشد کنم. نه، درخت اگه بهش آفتاب بتابه، آب بریزه، در زمین درست حسابی کاشته شو بشه، رشد میکنه. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خداوند عزیزان. پس اگر شما وقت بذارید در کلام خداوند، صدای خداوند رو از طریق کلامش خواهید شنید. ولی چی؟ ولی که خداوند زیادتر اشتیاق داره، بیشتر اشتیاق داره با شما صحبت کنه تا شما میخواد اون با شما صحبت کنه. دقیقاً. هللویا. ببینید واقعیت اینجاست که کلام خدا در طی چند هزار سال نوشته شده توسط افراد مختلف، و این کلام، این سند خدا، این مدرک خدا، این گفته خدا وجود داره. لازم نیست که خدا امروز چیز اضافه بریم بکنه، و لازم نیست پیامبرای دیگه بیان، انبیا دیگه بیان و بخوان این کلام رو تکمیل کنه. این کلام تکمیله. برای همینه که ما به انبیای بعد از مسیح ایمان نداریم، چون کتاب مقدس میگه اگر انبیای هم بیان، نبی هم میاد، اونها نبیای کاذب هستن، اونها رو نپذیرید. پس یکی از ما پرسه میگه شما به انبیای بعد از مسیح ایمان دارید؟ میگیم بله داریم، ولی اونها انبیای کاذب هستن. به انبیای کاذب ایمان داریم. اما
این کلام آمده، این کلام وجود داره. توجه میکنید برادر گفتن از کلام خدا، ایمان رومیان 10:17، ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خدا، کلام خدا وجود داره. یه چیزی ولی اینجا لازمه که اتفاق بیفته و اون ما هستیم که باید بریم و این کلام بخونیم. بس بجوییم و بجوییم. وقتی کلام میجوییم، وقتی کلام میخونیم، این ایمان منتقل میشه و ما میشیم چی؟ ایماندار با ایمان. هللویا. همه خیلی ایماندارای بی ایمان هم هستن. برای چی؟ برای که میگن من آره کتاب مقدس رو خوندم. مثلا 5 سال پیش من کتاب مقدس رو خوندم. عزیزان اینه که مثلا شما بگید من 5 سال پیش غذا خوردم. برای همونم بعضیا همینجوری خیلی لاغر و استخونی شدن روحانی در از در روحشون. برای چی؟ برای که کلام خداوند رو نمیخوره. این کلام خداوند غذای روح شماه. آمین. شما رو تغذیه میکنه عزیزان، شما رو قوت میده. هر روز که اینو میشنوید میخونید، ببین پشت کلام خداوند یک صدایی هست. آمین. صدای خداوند پشت کلام خداوند هست. وقتی که ما اون صدا رو میشنویم، نه اینکه فقط کلام رو میخونیم، بلکه صدا رو میشنویم، اون با چی میاد؟ با تفکر کردن رو کلام خداوند میاد. هرچی برای ما بیشتر توجه میکنیم و صدای خداوند رو میشنویم، یعنی تفکر که میکنیم صداش میاد، چی میشه؟ اون کلام برای ما مکاشفه میشه. آمین. اون کلام مکاشفه شده زندگی ما رو دگرگون میکنه. حالا یه چیزی که خیلی مهمه توجه کنید اینه که ایمان از اون کلامی نمیاد که شنیدید، بلکه ایمان از شنیدن میاد. الان یعنی الان در حال حاضر هر روز خداوند داره با هر ثانیه داره میخواد با شما صحبت کنه. هر دفعه که خداوند صداشو میشنوید ایمان میاد، ایمان در قلبتون ایجاد میشه. و اون ایمان چیه؟ ایمان کاری که میکنه یک وسیله‌ای هست، میتونم بگم خداوند درست کرده که ما رو بتونه به اون هدفی که خداوند داره با ما رو به سوی اون میفرسته بتونیم باش قدم برداریم برسیم. ایمان ما خیلی 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 مهمه برای به آزادی مطلق رسیدن، و اون ایمان از شنیدن میاد. برای همه ما وقت گذاشتیم با شما الان، خیلی داریم کاملا اینو برای شما باز میکنیم که اگر میخواید شما آزاد باشید و اون آزادی مطلق رو در درون خودتون ایجاد تجربه بکنید، چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که عزیزان شما بس بتونید صدای پدر آسمانیتون رو که میخواد با شما صحبت کنه و میتونه با شما صحبت کنه بشنوید، و اون شنیدن در قلبتون ایمان ایجاد میکنه. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پس میتونید اینطور دعا بکنید قبل از که به بریک بریم، بگیم خداوندا گوشهای ایمان من رو باز کن. آمین. من به نام عیسی مسیح دستور میدم به هر بستگی که باز بشه، و متشکرم که کلامتو دادی خداوند تا اینکه گوشهای من باز بشه و ایمانم ایمان مسیحی بشه. تو رو شکر میکنم که به نام عیسی مسیح پذیرفتی. آمین. هللویا. عزیزان خواهش میکنم تا این چند لحظه دیگه که ما برمیگردیم توجهتون رو به این اعلان بیارید، و ما برمیگردیم و میخوایم عشان یه ذره بیشتر اینو باز کنیم و برای شما دعا بکنیم دعای نجات برای کسانی که هنوز عیسی مسیح رو نپذیرفتید. میخوام دعوتتون بکنیم که برادران و خواهران ما بشید در ملکوت خدا. با ما باشید. آمین. بینندگان محترم، من کشیش کامران هستم، مهماندار شما در برنامه ندای آزادی. کنار من همسر عزیزم امی و پسر ما هم دانیال هست و به تک تک شما درود میگوییم. آیا زندگی شما توسط برنامه های ندای آزادی لمس شده و تغییر یافته؟ بسیاری از شما بینندگان محترم با ما ارتباط ایجاد کردید و اعلان کردید که چجوری برنامه های ندای آزادی باعث برکت زندگی شما شده، و ما خدا رو شکرگزاریم برای این. آیا مایل هستی تا با هم سهیم شویم؟ منظورمون از سهیم شدن چیه؟ این شخص فردیه که از طریق برنامه های ندای آزادی تشویق و کمک شده. یک حامی واقعی، کسیه که خدمتی را ممکن میسازه برای ما. دقت کنید با اتحاد و با سهیم شدن به صورت حمایت مالی ماهانه خود و دعاها و توسط کمکاتون، برنامه های تلویزیونی ندای آزادی گسترش میابند و اشخاصی که هنوز فرصت شنیدن این پیغام رو نداشتن به این امکان دست میابند. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید. سپاسگزارم.
خدا رو شکر ازم. میخوام یک نتیجه گیری برای شما بکنیم در این آخر برنامه الان برای شما. داریم درباره آزادی مطلق صحبت میکنیم. آزادی مطلق در جایی هست برای ما که خود حضور خدا در اونجا هست. برای چی؟ برای اینکه خود خداوند ما آزادیه. و وقتی که ما وارد پادشاهی خداوند میشیم، در اون محیط، در اون منطقه‌ای که خداوند هست، در اون ملکوت خداوند، اونجا آزادی هست. و در اون پادشاهی خداوند جوری که آزادیشو در قلب ما میگذاره عزیزان، خداوند با ما صحبت میکنه. پس آزادی در ملکوت خداوند هست عزیزان. آزادی از شنیدن صدای خدا میاد، پس خدا صحبت میکنه عزیزان، همونجوری که در پیدایش با شما در صحبت کردیم اینا. پس خداوند صحبت میکنه، یعنی لال نیست، صحبت میکنه، هللویا. و ما هم میتونیم صدای اونو بشنویم. و جالبم اینه که وقتی که ما صدای خداوند رو میشنویم، خداوند در قلب ما با اون کلامش ایمان ایجاد میکنه. ایمان از شنیدن میآید و شنیدن از کلام خداوند گفتیم. پس خداوند صحبت میکنه، ما میتونیم بشنویم و کلام خداوند در قلب ما ایمان ایجاد میکنه. میخوایم برای شما دعا بکنیم. اگر مایل هستید که وارد ملکوت خداوند بشید امروز با یک دعای ساده که ما برای شما الان انجام میدیم، شما میتونید وارد ملکوت خداوند بشید و زندگی جدیدی رو در مسیح شروع کنید. اینو با من تکرار کنید. بگید: ای پدر آسمانی، از تمام راههای خودم توبه میکنم. از افکار خودم توبه میکنم. گناهامو توبه میکنم. ایمان دارم که عیسی مسیح خداوند منه. میپذیرمت عیسی مسیح. منو نجات بده. آمین. عزیزان اگر این دعا رو کردید، شما نجات پیدا کردید. با ما در تماس باشید و همیشه یادتون باشه که آزادی فقط در عیسی مسیح است. خدا نگهدار شما. آمین. او هللویا. گلوری به خدا. تا بعد از اونها منفی هستن. What the heck? Yeah. No, give me that. Now you have double problem. Ah!